سازمان ملل اعلام کرده با افزایش بحران اقتصادی در آمریکای مرکزی شمار گرسنگان در برخی از این کشورها در دو سال گذشته تقریبا 4 برابر شده. فرشته رستگار گزارش می‌دهد. بنابر داده‌های جدید منتشر شده توسط برنامه جهانی غذای سازمان ملل، نزدیک به 8 میلیون نفر در 4 کشور السالوادور، گواتمالا، هندوراس و نیکاراگوئه با گرسنگی روبرو هستند، در حالی که این رقم در سال 2018 حدود 2.2 میلیون نفر بود. میگوئل بارتو، مدیر منطقه برنامه جهانی غذا در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، میگوید بحران اقتصادی ناشی از کووید 19 حتی قبل از طوفان دوقلوی ایتا و یوتا دسترسی مردم آسیب پذیر به مواد غذایی را سخت کرده بود. According to our surveys, now 15% of the people are thinking to migrate. بر اساس نظرسنجی ما اکنون 15% از مردم به فکر مهاجرت هستند، اما در سال 2018 این میزان فقط 8% بود. سازمان غذا و دارو آماده کمک به دولت هاست. ما در حال برنامه ریزی برای 2,600,000 نفر در سال 2021 هستیم و برای پر کردن این خلا نیاز به 46 میلیون دلار داریم. پس از محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید 19 و عدم توانایی مردم برای کسب درآمد، طوفان‌های خانمان برانداز هندوراس آخرین ضربه‌ای بود که می‌توانست خانواده‌ها را بیشتر به سوی گرسنگی سوق دهد. به ویژه در بخشی از آمریکای مرکزی که تغییرات آب و هوایی در سال‌های اخیر باعث خشکسالی بیشتری شده و آنجا را اصطلاحاً دالان خشک می‌نامند، شدت گرسنگی نمود بیشتری پیدا کرده است. فرشته رستگار، صدای آمریکا.